وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال افغانستان برای مساف با تیم‌های فوتبال هند و قطر در مقدماتی جام جهانی 2022 شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. تیم ملی فوتبال کشور هم اکنون با 3 امتیاز در رده سوم گروه ای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قرار دارد. بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور برای دو دیدار حساس با تیم‌های ملی هند و قطر در مقدماتی جام جهانی 2022 نخستین تمرینشان را در دوشنبه تاجیکستان برگزار کردند. در نخستین روز تمرین تیم ملی از 25 بازیکن دعوت شده برای دیدار با تیم‌های ملی هند و قطر 18 بازیکن در تمرینات حضور داشتند و 6 بازیکن به دلیل شرکت در بازی‌های باشگاهیشان امشب به اردوی تیم ملی در دوشنبه ملحق خواهند شد. اول بازی این دست و انشاءالله که بتونیم یک نتیجه خوبی بگیریم و خود ما می‌فهمیم که این بازی خیلی مهم است، هم به خود ما هم به در جدول خیلی مهم است و هم به مردم افغانستان. انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که شاگردانش با انگیزه در تمرینات ظاهر شدند و تنها مصطفی آزادزوی به دلیل مظلومیت غایب خواهد بود. ما امروز تمرین خود آغاز کردیم، 5 روز کمپ تمرینی می داشته باشیم پیش از بازی هندوستان که ما فکر کنم این روزای موثر می باشه که آمادگی خاص داشته باشیم بر بازی هند و همگی آماده هستند و همگی پر انگیزه اینجا آمده و انشاءالله که نتیجه خوبی بگیریم. شیران خراسان قرار است پنجشنبه 14 نوامبر در 4 بازی مرحله مقدماتی جام جهانی در تاجیکستان از هند پذیرایی نمایند و به تاریخ 19 نوامبر 5 بازیشان را برابر قطر برگزار نمایند. تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی 50 خود برابر وست اندیز شکست خورد. کرکت بازار کشور که بازی نخستشان را نیست با اختلاف 7 به حریف واگذار کرده بودند، شنبه در 2 بازی 50 با اختلاف 47 دوش بازی را به حریف واگذار کردند. تیم کرکت افغانستان بعد از ظهر فردا در 3 و آخرین بازی یک روزشان برابر وست اندیز به میدان خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ساحلی کشور برای حضور در رقابت‌های 5 امروز راهی تایلند شد. این رقابت‌ها با حضور کشورهای افغانستان، ویتنام، تایلند، چین و مالیزیا به میزبانی تایلند برگزار می‌شود که افغانستان با ترکیب از 16 بازیکن در این مسابقات اشتراک می‌کند. گفتنی است که ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور برای آمادگی بر رقابت‌های 5 تایلند 1 دور اردوگاه تمرینی 2 را نیز در کابل سپری کردند. تیم ملی والیبال بانوان افغانستان رقابت‌های مرکز آسیا را با شکست آغاز کرد. والیبالیستان بانوی کشور بعد از ظهر شنبه نخستین بازی مرحله گروهیشان را در رقابت‌های والیبال مرکز آسیا برابر بنگلادش میزبان برگزار کردند که در نهایت با نتیجه 3-0 مغلوب این تیم شدند. تیم ملی والیبال بانوان کشور در 2 بازیشان را در 2 بازی نیز امروز 3-0 مغلوب نپال گرد. تیم های رئال مادرید و بارسلونا در هفته 13 رقابت های لالیگای اسپانیا حریفانشان را پرگل شکست دادند. رئال مادرید که در ورزشگاه خانگی ایبار مهمان بود با ارائه یک نمایش خوب موفق شد تا میزبانش را با نتیجه پرگل 4-0 شکست بدهد. در دیگر بازی این شب بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود و با هتریک لیونل مسی با حساب 4-1 سلتا ویگو را شکست داد و با 25 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به رئال مادرید صدرنشین شد. در هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلستان چلسی پیروز شد و آرسنال برابر لستر سیتی شکست خورد. چلسی که در هفته های اخیر روی نوار پیروزی گام برمی‌دارد، روز گذشته در ورزشگاه خانگی خود موفق به شکست 2-0 کریستال پالاس شد تا موقتاً برده 3 جدول صعود کند. در دیگر بازی حساس این رقابت ها دیشب آرسنال 2-0 بازی خود را به لستر سیتی میزبان واگذار کرد و برده 6 جدول صعود کرد.
بایرن مونیخ با ارائه یک نمایش درخشان عریف دیرینی خود بورسیا دورتموند را با نتیجه پرگل 4-0 شکست داد. در این دیدار رابرت لواندوفسکی دو بار و گرنابری یک بار برای بایرن مونیخ گلزنی کردند و دیگر گل این تیم نیست توسط گل به خودی مد اوملز به ثمر رسید. بایرن مونیخ با این پیروزی و یک بازی بیشتر نسبت به مونشن گلادباخ صدرنشین به فاصله یک امتیازی این تیم رسیده و دورتموند نیز در رتبه پنجم بوندسلیگای آلمان قرار گرفته است. و بیننده عزیز، جمعه رقابت‌های انتخابی تیم نونهالان و نوجوانان هاکی کشور به پایان رسید که در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم با آقای خالد زازای مسئول برگزاری این رقابت ها و همچنان عضو تیم ملی بزرگسالان هاکی کشور که اینجا در استودیو مهمان ما هستند. آقای زازای سلام بر شما و خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام عرض ادب دارم بر شما با بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. شما و هموطنان عزیز ما جمعه گذشته شاهد اولین دور مسابقات انتخابی نوجوانان اندور هاکی کابل و اختتامی اولین دور سیمینار درجه دوم مربیگری فدراسیون هاکی بودن. سپاس. بیایم روی مسابقات بعدا روی کلاس مربیگری هم بیشتر صحبت بکنیم. در مورد برگزاری این رقابت ها صحبت کنیم. چندمین دور مسابقات بود و شما از چند باشگاه کشور باشگاه کابل دعوت کرده بودین تا در این مسابقات حضور پیدا کنن و در کل سطح مسابقات چگونه بود و کسایی که اشتراک کرده بودن چقدر با قوانین رشته هاکی آشنایی داشتن؟ در مسابقات یاد شده 150 ورزشکار در ترکیب 6 تیم، تیم پامیر، اتحاد، هیواد، تیم استاد شاه محمود شهید، تیم عباسین سپه و تیم مکتب جبیر انصار شمشاد شرکت کرده بودند که در فرجام این دیدار این مسابقات میان تیم های استاد شاه محمود شهید و مکتب جبیر انصار شمشاد برگزار گردید که در نهایت تیم استاد شاه محمود شهید قهرمان و تیم جبیر انصار شمشاد نایب قهرمان این دور از مسابقات شد و تیم عباسین سپه در جایگاه سوم این دور مسابقات قرار گرفت. چقدر بازیکنان با رشته هاکی آشنایی داشتن، کسایی که به این مسابقات حضور پیدا کرده بودن؟ چون همونطور که شما میدانید و همه مردم افغانستان، رشته هاکی یکی از رشته‌هایی است که هرچند در افغانستان قدامت بیشتر داره اما فعالیت‌هایش آنچنانه که باید برگزار شود نیست، چون مشکلات نبود امکانات و نبود میادین اما می‌دانند که ما این مشکلات داریم. در این خصوص بیشتر بگوین که چقدر ورزشکارا آشنایی داشتن با رشته هاکی؟ ورزشکارای یاد شده، تیم‌های یاد شده از سال قبل در این رشته فعالیت های خود را در کابل آغاز کردند. ترینرهای تیم هاکی که فدراسیون هاکی افغانستان معذف کرده بودند در مناطق مختلف کشور به تمرینات خود ادامه دادند که خوشبختانه روز پنجشنبه گذشته شاهد مسابقات بودیم و سطح آگاهی ورزشکاران از قوانین هاکی بسیار خوب بود، چون فدراسیون رهبری فدراسیون هاکی مربیای بسیار ورزیده را در سطح رهبری این تیم ها گماشته بودند و بسیار جای خوشی است که چنین مسابقات بعد از چندین سالها در بخش هاکی در افغانستان هستیم. این ورزش تیمایی که میاین در مسابقات انتخابی حضور پیدا میکنن، آیا واقعا باشگاهشان فعالیت داره در کابل و امکاناتی که حالا خود فدراسیون در اختیار نداره باشگاهشان در اختیار داره یا خیر؟ فدراسیون هاکی اما امکاناتی که در دسترس خود دارن در دسترس باشگاه های مختلف شهر کابل قرار دادن. فعل حال در 3-4 مکتب خصوصی، 2 مکتب دولتی فدراسیون هاکی فعالیت میکنه و 2-3 کلاب شخصی هم در محوطه خود ریاست تربیت بدنی هر روز به تمرینات خود ادامه میدن. در پایان مسابقات چند ورزشکار انتخاب شد به تیم نوجوانان و نونهالان کابل؟ به تیم منتخب نونهالان هاکی کابل 15 ورزشکار انتخاب شد و به تیم نوجوانان هاکی کابل 22 ورزشکار انتخاب شد که در چند وقت بعد مسابقات تیم ملی این رشته در کابل خود برگزار شد میان ولایات و در این مسابقات محمد نعیم،
از ترکیب تیم جبیر انصار توانست که بهترین بازیکن این دور از مسابقات انتخاب شود و وحید الله از تیم جبیر انصار شمشاد آقای گل این دور مسابقات با ثمر رساندن 10 گل در 3 بازی انتخاب گرفت. شما اشاره داشتین که پس از انتخاب تیم کابل قرار است مسابقات ملی برگزار شود در بخش نوجوانان و نونهالان. در کدام ولایت ها ما در رشته نونهالان و نوجوانان فعالیت داریم و دعوت خواهد کرد فدراسیون ملی هاکی که مسابقات ملی خود برگزار کنند؟ فدراسیون هاکی از سالهای گذشته در ولایت خوست، پکتیا، نورستان، جلال آباد، کابل فعالیت دارد و با ختم این سمیناری که ما پیشتر یادآور شدیم تیم‌های بامیان، پنشیر، فاریاب، جلال لغمان افتتاح شد که در این مسابقات خوشبختانه از او ولایت هم شاید نماینده‌ای داشته باشیم. بسیار خوب، در مورد کورسی که برگزار شد صحبت کنین. چقدر همچه کورس ها سبب این میشه که ما در کنارش چنین مسابقاتی را هم داشته باشیم و سطح آگاهی از رشته هاکی بلند بره؟ طبعا هدف اساسی برگزاری مسابقات آگاهی بیشتر در مورد قوانین و مقررات بازی هاکی و شناختن این قوانین به نماینده هایی که جدیدن فعالیت خود در این رشته آغاز کرد هدف مشخص شهمی بود و از ولایتی که در این سمینار شرکت کرده بودند ولایت فاریاب بود، ولایت پنشیر، ولایت جلال آباد، لغمان، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، کابل شرکت داشتند که از این همه ولایات 50 مربی توانستند در آخر برنامه جواز درجه دوم مربیگری را از فدراسیون جهانی هاکی، فدراسیون هاکی افغانستان و کمیته بین المللی المپیک عقد نمایند. مدرسی که حضور پیدا کرده بود از کدام کشور بود و مدرسی او از چه سطح یعنی برخوردار بود؟ بیشتر یعنی مو آخرین مدرک ای که بتونه تدریس کنه یک کارگاه درجه دو رو در اختیار داشت یا خیر؟ ما خوشبختانه توانستیم که نماینده فدراسیون جهانی هاکی در کشورهای آسیایی محترم محمد زاید علی که از کشور پاکستان می باشد توانستیم که با سمینار که ارائه شد دعوت کنیم و تا بتواند با مربیای ما به شکل بهتر آموزش قوانین مقررات و تاریخچه هاکی در جهان در افغانستان و همه این موارد را صحبت کرد و سمینار خود را ارائه کردند. او نماینده فدراسیون جهانی هاکی در کشورهای آسیا می باشد. آقای علی زاید اگر اشتباه نکرده باشم زاید علی در این برنامه هم حضور پیدا کرد و مسابقات بدون شک تماشا کرد. چقدر وضعیت هاکی افغانستان راضی بود و فکر میکرد که ما در آینده هاکی افغانستان بتونه پیشرفت کنه با توجه به تاریخچه که بسیار بیشتر در افغانستان داشت هاکی؟ طبعا تاریخچه‌ای که فدراسیون هاکی افغانستان دارد جهان توجه خود را به هاکی افغانستان توجه خود را داشتند و محترم محمد زاید علی بسیار احساس خوشی میکرد که در افغانستان در کابل چنین مسابقات برگزار میشود و به این سطح نوجوانان و نونهالان به مسابقات میپردازند و از سطح آگاهی و تکنیک و تاکتیک این ورزشکاران بسیار راضی بود و به نمایندگی از فدراسیون جهانی هاکی وعده های هرچی بیشتر همکاری ها را با فدراسیون هاکی افغانستان تأکید داشتند. از ولایت هایی که حضور پیدا کرده بودند آیا اولین بار بود که در چنین کارگاهی حضور پیدا کردند یا پیش از این چیزای در مورد هاکی توسط فدراسیون ملی هاکی افغانستان برشان تدریس شده بود؟ فدراسیون هاکی قبلا در 5 ولایت فعالیت داشت، بیشتر یادآور شدم ولایت خوست، پکتیا، نورستان، جلال آباد و کابل و با برگزاری این سمینار توانستیم که نماینده های داشته باشیم از ولایت فاریاب، پنشیر، لغمان و لغمان این ولایت بود که دلیل چی بود که بیشتر هاکی افغانستان به سوی مشرقی فعالیتش بیشتر بود در حالی که دیگر رشته ها یعنی دیگر مناطق افغانستان هم در بر میگیرن؟ آیا در این مناطق فعالیت ها بیشتر از ورزشکارا دلچسبی بیشتر بر رشته هاکی دارن؟ شوق علاقه که به ورزش هاکی مردم نورستان، مردم خوست،
داشتن توانستن که بیشترین ورزشکار را در این بخش آموزش بدهند و طبعا یکی از ولایت خوبتر در بخش هاکی که بالایش حساب کنیم ولایت خوست است که بیشترین ورزشکار را دارا می باشد و هدف فدراسیون هاکی گسترش این ورزش به ولایت دیگر نیز هدفشان است که باید در ولایت دیگر نیز این ورزش ایجاد گردد و پیشرفت خوبتر باشد تا چهره‌های بهتر و ناب به خاطر تیم ملی افغانستان داشته باشد. بسیار خوب، خودتان بازیکن تیم ملی هاکی افغانستان هم هستین. اگر یک کمی در مورد تیم ملی بزرگسالان هم صحبت کنیم، چه برنامه‌ای داره برای تیم ملی هاکی فدراسیون ملی هاکی افغانستان و چقدر راضی هستین به عنوان یک بازیکن آنچه که توجه میشه به تیم ملی هاکی افغانستان؟ تیم ملی هاکی افغانستان در این مدت کوتاه تمرینات دست جمعی ندارند، در ولایت مختلف و تمرینات خود میپردازند که ولایت کابل است، کاپیسا است، لغمان است، در ولایت خوست است و در ترکیب تیم از مهاجرین پاکستان 2-3 نفر بازیکن داریم. این همه مواردی است که فدراسیون هاکی را ورزشکارایش به سختگی مواجه میکنه تا به خاطر که تمرینات یک دست جمعی نداریم، بازی تیمی است که باید تمرینات دست جمعی داشته باشند. دلیلش چی بوده که دلیل اساسی نبود بودجه در ریاست عمومی تربیت بدنی و نبود میدان استاندارد هاکی در افغانستان. گفته میشد که فدراسیون جهانی کمک میکنه که یک جمنازیوم بر شما ساخته شود تا رشته هاکی را پیش ببرین. آیا مقدمات ساخت این جمنازیوم گذاشته شده یا خیر؟ به حرفای شما بیافزایم که میدان یاد شده جمنازیوم نه، بلکه میدان آودور هاکی است، یعنی میدان سرباز که فدراسیون جهانی هاکی در نظر داشت که در سال 2018 این میدان در افغانستان تأسیس کنه، بنابر مشکلاتی که در اداره ورزش بود و نبود بودجه مشخص به چنین کارهای نتوانستیم که میدان منظور شده را به افغانستان جذب کنیم. در تعقیب فدراسیون جهانی هاکی وعده سپردند که در همین سال روان این میدان در افغانستان تأسیس کند که کار تفاهم نامه میان کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون جهانی هاکی و فدراسیون المپیک افغانستان جریان داره تا این میدان در افغانستان روزی مشاهده بشه. بسیار زیاد سپاس خالد زازه، عضو تیم ملی هاکی و مسئول برگزاری مسابقات نوجوانان هاکی کابل. تشکر از شما و از تلویزیون محترم شما. و بیننده عزیز، چند خبر کوتاه ورزشی. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با صدرنشینی در مرحله گروهی و حذف امارات میزبان موفق به صعود به فینال جام بین قاره‌ای شده بود، دیشب در شهر دبی امارات با پیروزی 6-3 برابر اسپانیا قهرمان این رقابت ها شد. ایران در دور قبل این رقابت ها نیز موفق شده بود که جام قهرمانی را بالای سر ببرد. لیونل میسی دیشب در جریان پیروزی 4-1 بارسلونا بر سلتاویگو موفق به هتریک شد تا به 34مین هتریک خود در لالیگا رسیده و از این نظر با رکورد کریستیانو رونالدو برابری کند. میسی دو بار با دو ضربه آزاد تماشایی دروازه حریف را باز کرد و یک بار هم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. کریم بنزما مهاجم فرانسوی باشگاه رئال مادرید که فصل قبل موفق به زدن 30 گل شده بود، در فصل جاری نیست تا اینجا 12 بار برای رئال مادرید گلزنی کرده و روزهای درخشان خود را استمرار بخشیده است. بنزما با دو گل دیشب مقابل ایبار 157مین گل خود برای رئال مادرید را به ثمر رساند و از رکورد 156 گل فرانس پوشکاش عبور کرد. در ادامه هفته 12 سریای ایتالیا، اینتر میلان در دیدار دشوار در خانه خود موفق شد 2-1 ورونا را مغلوب کرده و صدرنشین شود و همچنان تیم فوتبال ناپولی با نتیجه تساوی بدون گل در برابر جنوا متوقف شد. در دومین بازی امشب یوونتوس در ورزشگاه خانگی خود به مساف آس میلان می رود.
در هفته 13 لا شامپیونه فرانسه دیشب پاریس سن ژرمن موفق شد تا 2-1 برس را شکست بدهد و با 3 امتیاز همچنان به صدرنشینی خود در این لیگ ادامه بدهد. در این دیدار دیماریا و ایکاردی برای پاریسیا موفق به گلزنی شدند. سه غول بزرگ تنس حرفه‌ای در رقابت‌های نهایی تور اتحادیه جهانی تنس در لندن با 5 رقیب جوان و جویای نام برای کسب جام قهرمانی مبارزه می‌کنند. راجر فدرر، نواک جوکوویچ و رافائل نادال در شرایطی از روز یکشنبه برابر حریفان جوان خود قرار می‌گیرند که نادال در 33 سالگی همچنان مرد شماره 1 تنس جهان است. جوکوویچ 32 ساله در رده دوم ایستاده و فدرر 38 ساله هم با فاصله اندک از نفر چهارم روی پله سوم قرار گرفته است. برنامه ورزش، ممنون از اینکه با ما بودید.